به نظر میاد آقای جعفری از مواضع بعضی دیگر از مقام های ایرانی راضی نیست. اختلاف هست مثل این که بین این مواضعی که ما میبینیم. ببینید آیت الله خامنه ای چند هفته پیش صحبت کرد و به طرز کم سابقه ای علیه عربستان سعودی با اسم بردن از عربستان سعودی حرف زد و گفت که در عربستان بینی در ببخشید در یمن بینی عربستان به خاک مالیده خواهد شد، در این عملیاتی که انجام دارن میدن اونجا شکست خواهند خورد. ولی صحبت از سقوط حکومت عربستان یا اینکه تلویحاً یه جور در واقع بیان این معنا که انقلاب اسلامی نهایتاً منجر به سقوط آل سعود باشه در حرف آقای خامنه‌ای نبود. درست یک هفته پیش آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران یک سرمقاله نوشت در روزنامه نیویورک تایمز و اونجا اشاره کرد به اینکه ایران آمادگی داره برای اینکه همکاری بکنه در منطقه و گفت که در این منطقه مشکلات بسیار پیچیده و بحران‌های بسیار خطرناکی وجود داره که هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره برای حلش بجز اینکه صاحبان منافع در منطقه بتونن جایپای مشترک پیدا کنن، مسائل مشترکی رو پیدا کنن که بتونن منافع مشترکی رو بتونن پیدا کنن که بتونن با هم کار کنن. به نظر می اومد که حداقل بخشی از منظورش به عربستان سعودی هست. این سخنان امروز آقای جعفری کاملا لحن تازه‌ای داره و در واقع خصومت لفظی رو در یک ابعاد تازه‌ای داره مطرح میکنه، ولی لزوما این معناش این نیست که سیاست خارجی ایران داره تغییر میکنه. به این دلیل که آقای خامنه‌ای به هر حال شخص اصلی هست که سیاست خارجی رو تعیین میکنه. آقای خامنه‌ای در مورد مثلا رابطه با آمریکا هم لحن خیلی تندی همیشه در مورد همین مسائل به اصطلاح مذاکرات هسته‌ای که ایران الان مشغول مذاکره هست هم همیشه لحن تندی به کار برده، ولی معنیش این نبوده که سیاست رسمی ایران اینه که این مذاکرات باید تعطیل بشه یا روابط با آمریکا و مذاکره‌ای که دارن انجام میدن نباید ادامه پیدا بکنه. حتی در یکی از همین سخنرانی‌های تند اخیرش اشاره کرد که اگر این در واقع مذاکرات اتمی به نتیجه مطلوب برسه، ایران میتونه در مورد مسائل دیگر هم با آمریکایی‌ها وارد مذاکره بشه. بنابراین در واقع این خصومت لفظی و تندی که الان ما می‌بینیم به خصوص از طرف نظامیان ایران شاید یه جور واکنشی هست به اقدامات نظامی که عربستان در مورد یمن داره میکنه. همین امروز خبر در خبرها بود که برای اولین بار یه واحد نظامی غیر مرزبان رو برده در مرز یمن. هفته پیش صحبت اینو کرده بودن که ممکنه حتی بخوان وارد عملیات زمینی بشن در یمن. بنابراین میشه اینطور تفسیر کرد که یه جور پاسخ نظامیان ایران به عملیات نظامی که عربستان در یمن داره انجام میده.